سلام به شما عزیزان و همراهان خوبم. دکتر جاوید هستم و شب یلدا رو بهتون تبریک میگم و در این ویدیو میخوام در مورد کمبود ویتامین ها، نشانه های کمبود ویتامین ها روی بدن صحبت بکنم و اینکه بدن ما هوشمنده و زمانی که کمبودی داشته باشه از حیث ویتامین سریع یک نشانه ای رو ظاهر میکنه که ما بهش توجه بکنیم و بریم اون کمبود رو جبران بکنیم و همیشه در تعادل باشیم. یک زندگی خوب در واقع برمیگرده به تعادل بدن که وابسته است به ریزمغذی ها، ویتامین ها و عناصر. بنابراین در این ویدیو میخوام درباره تأثیر کمبود ویتامین ها و مواد معدنی بر بدن صحبت بکنم و راه حل های ساده این مشکلات رو خدمت شما میگم که چه موادی رو مصرف بکنید که دچار کمبود نشید. با من همراه باشید که مطالب بسیار مهمی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خب کمبود ویتامین ها رو از بالا شروع میکنم، از بالا میریم تا پایین. اگر ریزش مو داشتید یا سفیدی زود هنگام مو داشتید عزیزان، این خودش نشانه ای هست از کمبود آهن. و زمانی که آهن در بدن کم بشه یا فریتین کم بشه و ویتامین B12 در بدن کم بشه، میتونه شما رو دچار ریزش مو و سفیدی زود هنگام مو بکنه. بنابراین در اینجور مواقعش بهتره که شما منابع آهن رو بیشتر استفاده بکنید، گوشت گوسفندی، جگر و ماهی بیشتر استفاده بفرمایید تا این مورد رفع بشه. یه نشانه دیگه هم از کمبود آهن و کمبود ویتامین B12 بگم خدمت شما، کسانی که ولع خوردن یخ دارن، خیلی دوست دارن یخ بخورن، یکی از نشانه های کمبود آهن در بدن هست که از منابع آهن بیشتر استفاده بکنید. خب عزیزان، بعضی وقت ما خلق و خوی ما هم بد میشه، یعنی افراد میبینه دچار بدخلقی میشن و این بدخلقی در بچه ها، در افراد مسن میبینید ایجاد میشه. این خودش میتونه نشانه ای باشه از کمبود ویتامین B12 که نقش مهمی در اکسیژن رسانی به بدن داره و زمانی که اکسیژن کافی به مغز نرسه، فرد ممکنه احساس خستگی بکنه، احساس افسردگی بکنه، حتی اگه خواب کافی هم داشته باشه در واقع حس خستگی داره. بنابراین این ویتامین B12 بسیار مهم هست و ما توصیه میکنم به عزیزان در شبها مواد پروتئین رو در شبها بیشتر استفاده بکنن و مغزجات، خصوصا پسته، بادام، فندق، گردو و یا گوشت گوسفندی که بسیار خوب هست در شب استفاده بکنن که پروتئین جذب بشه، ویتامین هایی مثل B12 جذب بشه و زرده تخم مرغ هم بسیار خوبه که میتونید در وعده شام استفاده بکنید. البته بهتره که سر شب استفاده بکنید، خیلی نزدیک به خواب نباشه تایم خوردن شام. من در مورد تخم مرغ هم ویدیو کاملی گذاشتم، میتونید ببینید، مطالب بسیار جالبی گفتم، میتونید ملاحظه بفرمایید. مورد بعد اختلال در چشم هست. عزیزانی که چشماشون خشک میشه یا شبها خوب نمیبینن، این وضعیت میتونه مربوط به کمبود ویتامین آ باشه که بهتر هستش که ویتامین آ رو سریع تأمین بکنید. ویتامین آ در میوه‌جات نارنجی رنگ مثل هویج، انبه، کدو حلوایی بسیار خوب هست، زرده تخم مرغ خیلی خوب هست و ادویه‌جاتی مثل پاپریکا و فلفل قرمز و اینها هم در واقع این ویتامین رو دارن که میتونید ازش استفاده بفرمایید. مورد بعد عزیزانی که اطراف بینیشون پوسته میشه یا پیشونیشون پوسته میشه اصطلاحاً، اینها دچار کمبود امگا 3 هستن. میتونید با مصرف کاهو، گردو و ماهی این ویتامین رو به بدن خودتون برسونید و تأمین بکنید. مورد بعد کمبود ویتامین C که میتونه باعث خون دماغ بشه، خونریزی از بینی، خونریزی از لثه بشه که کمبود ویتامین C رو شامل بشه یا اسید اسکوربیک رو در بدن ما کم داریم. در اینجور مواقع بهتره که بریم سراغ منابع و ویتامین C بیشتری مصرف بکنیم. حالا ویتامین C رو خودتون منابعشون میدونید، مرکبات هست، عناب هست، سبزیجات هست، فلفل دلمه هست، کلم ها هست. حالا عزیزانی میگن ما مصرف ویتامین C داریم ولی باز هم این مشکلمون رفع نمیشه. عزیزان این نکته رو تو پرانتز خدمت شما بگم، کسانی که شکر مصرف میکنن، ساختار شیمیایی شکر شبیه ویتامین C هست و زمانی که شکر مصرف میشه در واقع ویتامین C دیگه جذب نمیشه و بیشتر قند و شکر جذب میشن. به خاطر همین هستش که ما توصیه میکنیم قند و شکر رو حتما اگرم مصرف میکنید
در طول سال چندین بار به صورت کامل بذارید کنار، یعنی 2-3 هفته هر چند ماه یه بار که شکر میخورید یا شیرینی‌جات میخورید، مثلا هر 3 ماه یا 4 ماه 2-3 هفته کامل قطع بکنید که اون ویتامین هایی که در واقع مثل ویتامین سی که میخواد جذب بشه شکر مانعش هست. بنابراین قند و شکر رو حذف بفرمایید تا ویتامین سی بدنتون تامین بشه. شاید مهمترین ویتامین بدن ویتامین دی باشه عزیزان. اگر ویتامین دی در بدن شما کم بشه یک سری علائمی داره. خواهش میکنم خوب گوش بدید، این قسمت رو خیلی مهم هست چون بیماری های مختلفی ربط داره به ویتامین دی. اگر احساس ضعف دارید میتونه ناشی از کمبود ویتامین دی باشه. اگر دردهای استخوانی دارید میتونه ناشی از کمبود ویتامین دی باشه. اگر افسردگی دارید ناشی از کمبود ویتامین دی هست، حتما اول باید ویتامین دی رو تامین بکنید. اگر التهاب زیاد دارید عزیزان، ببینید کسانی که تنگی نفس دارن، آسم دارن، اینها میبینید در فصل تابستان حالشون بهتره، زمانی که آفتاب بیشتر میگیرن التهابات ریه‌شون کمتر هست چون ویتامین دی بدنشون تأمین میشه، التهاب در بدن کم میشه. بنابراین اگر میخواین اخلاقتون خوب بشه، آرامشتون بره بالا، ویتامین دی نیاز دارید. اگر میخواید که بدن متعادلی داشته باشید ویتامین دی بسیار مهم هست. من در مورد ویتامین دی و روش فعال کردن ویتامین دی در بدن ویدیو جداگانه گفتم که ویتامین دی به همراه منیزیم فعال میشه و منیزیم رو شما بایستی با ویتامین دی در واقع توأم بکنید. کسانی که در برابر نور خورشید خودشون رو قرار نمیدن، اینا بدونن که بیماری های بسیار زیادی در واقع به سراغشون خواهند اومد. هر موقع آفتاب دیدید روزی 5 دقیقه حداقل در مقابل نور خورشید قرار بدید خودتون رو، پوستتون رو مستقیم در برابر آفتاب قرار بدید تا در واقع این علائم در بدنتون کم بشه. و کسانی که خیلی دچار عفونت میشن، حتی عفونت های زیادی در بدن دچار میشن، حتی تحقیقات نشون داده کسانی که سرطان های مختلف رو دچار میشن، کسانی که دچار کیست های مختلف در جاهای مختلف بدن میشن، همه اینها سطح ویتامین دی شون به شدت پایین بوده. پس ویتامین دی جزو مهمترین ویتامین ها هست که با قرار گرفتن در مقابل نور آفتاب میتونید بهبود بدید سطح این ویتامین. مورد بعد عزیزان، زمانی که شما خیلی سرفه میکنید میتونه مربوط باشه به کمبود برخی از املاح و مواد معدنی مثل کلسیوم. همطور که بدن دچار اسپاس میشه، عضلات دچار اسپاس میشه در اثر کمبود کلسیوم، ماهیچه های این ناحیه حلق و حنجره هم در واقع دچار اسپاس میتونه بشه و تحریک بکنه و سرفه های دائم و سرفه های شبانگاه رو افراد داشته باشن که مواد کلسیوم دار رو بایستی مصرف بکنن بیشتر. و جالب بدونید که این مواد کلسیوم دار زمانی که میخواد جذب بشه، یعنی کلسیوم زمانی که میخواد جذب بشه نیاز به املاح دیگه هم داره، مثل منیزیم، مثل پتاسیم. به خاطر همین توصیه ما این هستش که برای رفع کمبود کلسیوم موادی مثل بادام رو استفاده بکنید. و بادام رو هم در فرهنگ غنی ایرانی که آجیل شب چله و شب عید ما هم بوده شور میکردن اصطلاحا، هم با نمک طبیعی و ارگانیک، چون نمک سرشار از در واقع املاح و مواد معدنی هست که به همراه کلسیوم موجود در آجیلجات میتونه کمپلکس رو تکمیل بکنه و جذب خوبی داشته باشه و درون بدن مؤثر باشه. عزیزانی که دچار گرفتگی عضلات ساق پا میشن یا بدنشون به نوعی دچار گرفتگی میشه، اسپاس میشه، پاشون میگیره، اینها میتونه نشانه از کمبود پتاسیم، کلسیم و منیزیم باشه. همه اینها در نمک طبیعی وجود داره، نمک ارگانیک. این نمک رو استفاده بفرمایید، روزی چند بار بچشید، تو غذاهاتون با خیال راحت بریزید. به هیچ عنوان فشار خون رو بالا نمیبره عزیزان نمک ارگانیک. نمک خیلی مهم هست، من ویدیوی جداگانه در مورد نمک صحبت کردم، حتما ببینید و با خیال راحت نمک استفاده کنید. بدن ما شوره، آب دریا شوره و تمام موجودات در بدنشون نمک وجود داره، اصلا ما موجود بدون نمک نداریم. بنابراین اگر متخصصین میگن نمک نخورید، درست میگن، ولی منظور نمک های تصفیه شده هست که فقط NaCl هست و یک سری افزودنی ها که بله ورم ایجاد میکنه، فشار خون ایجاد میکنه، ولی نمک های ارگانیک بسیار عالی هستن و کمبود های بدن ما رو میتونن جبران بکنن. نشانه کمبود بعدی عزیزان زمانی هستش که روی پا
ورم میکنه و شما زمانی که ساق پاتون رو یا پشت پا رو دست میزنید فرو میره و رد انگشتتون روی پا میمونه. این زمانی هست که شما بدنتون کمبود پتاسیم داره و دچار این مسئله میشین. دیابتی ها هم خیلی دچار این مسئله میشن و اینها رو توصیه میکنیم به خوردن مواد پتاسیم دار مثل موز، مثل نمک ارگانیک که پتاسیم خیلی خوبی داره، نمک های صورتی همچنین. اینا رو اگه استفاده بکنید بلافاصله این ورم های پاتون کم میشه. بعد از یک دوره 3-4 هفته ای میبینید که مچ پا یا ساق پا دچار این ورم ها نمیشه. عزیزانی که کابوس شبانه میبینن، عزیزان میتونه این خودش یک نشانه باشه از کمبود تیامین یا ویتامین B1 که در واقع یک انتقال دهنده پیام های عصبی هست و کمبودش باعث تحریک پذیری بیشتر یا استراب بشه و این زمانی ایجاد میشه که شما شبها از قند و شکر سفید بیشتر استفاده میکنید یا آرد سفید رو بیشتر استفاده میکنید در وعده شام و این خودش باعث پایین آوردن سطح این ویتامین میشه. میتونید بیشتر از گندم سبوسدار استفاده بکنید، سبزیجات برگدار استفاده بفرمایید و گوشت های ارگانیک و آووکادو. اینها میتونه در واقع زمانی که در وعده شام اینها رو استفاده بکنید این کمبود رو برطرف بکنه. مورد بعد، عزیزانی که پوست خیلی چربی دارن، عزیزان کمبود روی میتونه باعث افزایش چربی پوست بشه. بنابراین اگر چربی پوست اذیتتون میکنه بهتره که موادی که روی داخلش بیشتر هست استفاده بفرمایید. مورد بعد، لکه های روی ناخون هست. اگر لکه های سفید روی ناخونتون وجود داره عزیزان میتونه کمبود روی باشه که بهتر از نمک طبیعی یا آجیل های شور شده با نمک طبیعی استفاده بفرمایید. شاید بعضیاتون بگین خب از کجا گیر بیاریم؟ میتونید خودتون نمک های ارگانیک رو تهیه بکنید و خودتون آجیل درست کنید یا اینکه درخواست بدید به اون تولید کننده های آجیل جات که با این نمک برای شما آجیل رو شور بکنن. و نمک های ارگانیک هم در دسترس هست. عزیزانی که در خارج از ایران هستن میتونن از طریق سایت دکتر گرین لایف این نمک ها رو سفارش بدن و از مبدأ عمان برای همه کشورها صادر میکنن عزیزان. و کسانی که در ایران هستن سایت خانه احسان در واقع به عزیزان خدمات ارگانیک میده و بزرگترین فروشگاه ارگانیک کشور ایران هم هست که میتونید به سایتشون مراجعه بفرمایید و سفارش بدید. عزیزانی که از این نوع مطالب سلامت محور با این کیفیت خوشتون میاد و دوست دارید که این مطالب به دست همه برسه، لایک و کامنت شما در واقع باعث میشه یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون میده. با دوستانتون به اشتراک بذارید. مطالبی که اینجا گفته میشه تجربه شده هست، مطالبی هست که تجربیات 18 ساله خودم رو در این چنل خدمت شما عزیزان میگم و سعی میکنم مطالبی باشه که کاربردی باشه و طبیعت درمانی باشه. ما از مواد غذایی شروع میکنیم و از ساده ترین روش ها برای تعادل بدن استفاده میکنیم و دوست داریم که اطلاعات اولیه رو همه داشته باشن. قبل از اینکه بیمار بشید بهتره که خودتون طبیب خودتون بشید و بدونید کمبود چه ماده‌ای دارید که این علائم در بدن شما ایجاد شده. بنابراین ما سعی میکنیم که آگاهی شما رو ببریم بالا. عزیزانی که میخواییم با ما همراه باشن در چنل دکتر جاوید در تلگرام، من بخشی از اطلاعات باقی مانده ویتامین ها رو هم در اونجا قرار خواهم داد به همراه منابع تأمین ویتامین ها. ممنون از همراهی قشنگ شما. خدا نگهدار.